Kommunikation. Liebe Freunde, liebe Teilnehmer, wir machen weiter ein Programm über die Städte der Qajarin-Dynastie, werden wir heute jetzt eine kleine Änderung im Programm vornehmen. Professor Heinz Dauber wird den zweiten Vortrag halten, Frau Tayefe wird den ersten Vortrag halten. Frau Tayefe ist Mitglied der Großen Enzyklopädie des Islams in Teheran, dieses Zentrum der Großen Enzyklopädie ist gegründet 1983 und da hat eine Mannschaft von über 100 wissenschaftlichen Mitarbeitern und vielen, vielen freien Mitarbeitern weltweit, die für die Enzyklopädie des Islams Materialien zukommen lassen. Frau Tayefe ist Autorin und Wissenschaftlerin an diesem Zentrum und wird über die Stadt Teheran, die Geburt der Stadt Teheran, die Entwicklung mit ihrem Vortrag und wird dann übereinschneiden zu Teheran als Hauptstadt der Qajaren. Wir danken herzlich, dass Frau Tayefe unsere Einladung angenommen hat und freuen uns nun auf ihren Vortrag. Bitte. قبل از هر چیز آقای میزانی تشکر میکنم که این نشست رو فراهم کردن که ما ایران شناسان و علاقه مندان به مطالعات ایران دیگه که در اینجا بشیم. دو ما باید بگم خیلی خوشحالم اینجا که شما هستم که حالا به نزیدن شهر شما داستان شهر خودم پایتخت کشورم تهران رو برای شما خواهم روایت کنم. امیدوارم براتون حالا اگر مفید باشه چه بهتر. دوم از اون روایت دوست داشتنی برایست. داستان تهران رو از اینجا شروع میکنم که در واقع قبل از اینکه تهران از طرف آقا محمد خان قاجار به عنوان پایتخت انتخاب بشه سوابق کوچیک تاریخی داشته، اشارات کوچیک و کوتاهی تو منابع تاریخی دیده شده، ولی برای اینکه من دچار کمبود وقت نشم اونها رو بهش اشاره نمی کنم و داستان رو دقیقا از خود دوره آقا محمد خان قاجار سال 1200 قمری شروع می کنم تا دوره معاصر تقریبا پیش میاد. در اون دوره وقتی که آقا محمد خان میخواست تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب بکنه دوروبر ایران یه خبری بود به این معنی که همسایگان اطراف ایران کشورهایی بودن که به نوعی پیشرفته بودن. این که میگم به نوعی برای این که خب مثلا هند توسط انگلیس داشت برنامه ریزی میشد برای سیاست چاجه کسر طلبانی که این نویس داشت که کمپانی هند شرقی رو اونجا تأسیس بکنه. خب بنابراین وضعیت هند اینطوری بود و میخواستن در واقع در قالب به فعالیت تجاری اونجا رو داشته باشن و در این حال خب طبعا یک مقداری مدرن میشد، توسعه پیدا میکرد. همسایه قدرتمند شمالی ایران روسیه بود که از دوره پترکوی مدرن بودن و با یک سیاست قاطعی این رو پیش میبردن. از ایران قطعا قدرتمندتر بودن چه به لحاظ مسائل نظامی و چه به لحاظ آموزش و تعلیمات. همینطور همسایه غربی تقریبا شمال غربی ایران عثمانی همینطور کشوری بود که از ایران پیشرفته تر بود، تسلیحات گرم داشتن، اسلحه گرم داشتن، توی آموزش پیشرفته تر از ایران بودن، سیستم آموزشیشون بر اساس مدارسی بود که درجه بندی داشت، رشدیه بود در واقع، از مقاطع پایین تر شروع میکردن و درجه بندی میشد. ایران در یک همچین جغرافیایی قرار داشت و آقا محمد خان در سال 1200 یا به گفته بعضی منابع 1203 قمری وقتی که تاجگذاری کرد تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد. سوالی که برای ما پیش میاد اینه که چرا تهران انتخاب میشه؟ خب تهران روی اسلاید بعدی میخوام به لحاظ موقعیت طبیعی تهران به ذات خودش ویژگی هایی داشت
که به نظر میرسید خیلی باید بستر مناسبی برای این باشه که یک حکومت جدید، یک سلطنت جدید بخواد اونجا رو مقر خودش بکنه. اولین نکته مسئله نزدیکی تهران در واقع به دامنه های البرز و برخورداری اون از آب خوب و با کیفیت، یعنی رشته کوههای البرز که در شمال تهران هستن، اینها منابع آب تهران رو تامین میکنن و البته رشته کوههای زاگرس از شمال غرب تا ورودی اینها آب رو به دشت تهران سرازیر میکردن. نکته دوم این که مسیر تجاری ابریشم که اینجا اگر من نقشه رو بزنم شما بتونید ببینید، نمیتونم بزرگش کنم، یک نقطه چینی هستش که نشون میده تقریبا از ری میگذشت و این هم باز مؤلفه مهمی بود برای اینکه کاروان های تجاری از روی تهران میگذشتن. وضعیت همین جغرافیایی تهران باعث میشد که به لحاظ نظامی اهمیت داشته باشه، یعنی از طرفی به دو تا منطقه حساس ایران، به خراسان در شمال شرق و به آذربایجان در شمال غرب، تقریبا نسبت به اینهای فاصله مساوی داشت. از بالا به اصفهان و شیراز که در پایین قرار داشتن وازن وضعیت مسلطی داشت و از طرفی نزدیک به مازندران بود. در مازندران اون موقع حکام محلی که بودن و هرگز به خاطر وضعیت جنگل‌های انبوه و دیواره رشته کوه‌های البرز خیلی از حکومت‌های مرکزی اینها هرشنوی نداشتن، نزدیک بودن تهران به اونجا مفید بود برای اینکه خب قدرت مرکزی هر وقت که با تمرد اونها با سرکشی اونها مواجه می‌شد می‌تونست با فاصله کمتری خودش رو به قسمت شمالی ایران برسونه. نکته دیگه این که تهران برخلاف بعضی شهرهای دیگه ایران که معمولاً ایلات بزرگ، عشایر و قومیت‌هایی که همبستگی داشتن با هم گهگاه می‌تونستن برای یک حکومت جدید مسئله ساز بشن، یک همچین موردی رو نداشت. یک بستر خالی آماده بود، نه شاهسوار داشت، نه ترکمن داشت، نه قزلباش داشت و شما تصور کنید که یک چیزی شبیه کاغذ سفید. گفته میشه که البته خب تهران بومیای خودش رو داشت، این بومیا درد سرساز نبودن برای حکومت جدید و بعد از حمله مغول گفته میشه که احتمال زیاد بخشی از مردم وقتی که ری ویران شد و منابع آبشون در واقع از دست رفت، احتمالا اونها هم به احتمال زیاد اومدن تو تهران که نزدیکتری در واقع دهکده به ری بود ساکن شدن. پس بنابراین از این بابت هم آقا محمد خان با سد و مانع خاصی روبرو نبوده. یک دلیل دیگه هم خاص خود آقا محمد خان به نظر میرسه وجود داشته باشه و اون هم اینه که با ایل افشار و ساواج بلاق که در ورامین زندگی میکردن، اینها اونجا سکنا داشتن، باز تهران نزدیک بوده. اینها هواخواه آقا محمد خان بودن و همچنین در مازندران که دلایل طبیعیش رو گفتیم، در اونجا و در استراباد هم باز ایل قاجار اونجا زندگی میکردن. تمام این دلایل و آخرین دلیل هم که داشت یادم رفت بهتون بگم این که خود دشت تهران گسترده بود و در اطرافش ورامین و در اطراف تهران چراگاه‌ها و مراتع گسترده‌ای وجود داشت. این امکان رو میداد به تهران که در واقع نظامیان بتونن علوفه و آذوقه مورد نیازشون رو داشته باشن، بتونن در دشت‌های اطراف تهران یا خود تهران عملیات نظامیشون و مشقه نظامیشون رو انجام بدن و به هر صورت در سال 1200 توسط سرسلسله دیدمان قاجار تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد. میخوام اینو بهتون بگم که تهران در واقع قبل از دوره قاجار، از دوره صفویه هم مورد توجه پادشاه صفوی شاه طهماسب بود و دقیقا بیشتر به خاطر اهمیت نظامیش، به خاطر موقعیت خاصی که داشت، دورش یک حصار کشید شاه طهماسب و تقریبا به عنوان یک پادگان نظامی ازش استفاده میکرد.
در دوره آقا محمد خان با این که شهر به عنوان پایتخت انتخاب شد، ولی اون اوایل همچنان به نظر میرسه که باز مثل یک پادگان بود، هنوز شهر خیلی شکل نگرفته بود، هنوز شهر شخصیت پیدا نکرده بود، معنای خاص خودش رو به دست نیاورده بود. تنها یک گزارش داریم در یک سفرنامه ای از اولیویه که در سال 1211 اومده تهران رو دیده. یه گزارش فقط میده اونم در این حد که در این شهر کاروانسراهای خیلی خوبی آقا محمد خان دایر کرده برای مسافرها و بازرگانها. گزارشی بیشتر از این نیستش. اصل ماجرای تهران که در واقع میتونه جای بحث داشته باشه از دوره فتحعلی شاه شروع میشه، از سال 1212 قمری به بعد. میخوام بهتون بگم از این دوره است که در واقع تهران از حالت پادگان درون در میاد، سایه اهمیت نظامی کمتر میشه، توی شهر شروع میکنن ساختمان‌سازی میکنن و جمعیت اضافه میشه و کم کم داره تهران شخصیت خودش رو پیدا میکنه. در این دوره من دو تا مؤلفه برای شما میگم که ببینیم که تهران چطوری داره بزرگ میشه و شکل میگیره. یکی از طریق ساختمان‌سازی که در دوره فتحعلی‌شاه اتفاق میفته، قصر قاجار رو میسازن، باغ نگارستان، مسجد شاه، مدرسه ملوی که از معتبرترین مسجد مدرسه های علمیه دوره قاجار هست و هنوز هم مدرسه ملوی وجود داره. بازار بین الحرمین و چهارسوق بازار، سبز میدان که یک میدان معروفی توی بازار هست، این ها ساخته میشه. اولین هیئت فرانسوی بعد از قرارداد فینکنشتاین وارد ایران میشن و اینها یک میدان نظامی میسازن برای مشق نظامیون. دو تا کارخونه ساخته میشه و این آثار در واقع اولین مراودات رسمی تهران هست با کشورهای خارجی. در همین دوره سفارت انگلیس در بازار دایر میشه و از سال 1212 افزایش جمعیت رو داره. یک آماری داده میشه که 15,000 نفر جمعیت داشته تهران در سال 1222 در سال 1212 و این جمعیت در سال 1222 به 50,000 نفر میرسه. خب ما اینجا متوجه میشیم که جمعیت تهران زیاد شده. از کجا زیاد میشه؟ اول از همه توی شهر نظامی ها وجود داشتن، یعنی نظامیانی که همراه شاه اومدن، همراهیش کردن، دیوانیان بودن، سپاهیان بودن. و وقتی که اینها میان طبیعتاً شهر احتیاج پیدا میکنه به اینکه کالای مورد نیازش رو تامین کنه، بنابراین طبیعیه که بازرگان ها بیان، پیشه‌ورا بیان، صنعتگرا بیان. از طرفی در نقشه دوره بعد که در اواخر دوره محمدشاه تنظیم میشه، اوایل دوره ناصرالدین شاه نقشه در واقع به چاپ میرسه، محلاتی وجود داره به اسم قومیت‌های مختلف، مثل کوچه شیرازی ها، کوچه قرقانی ها، باجمانلو ها، عرب ها. اینا نشون میده که جمعیت تهران از مهاجرینی که از نقاط مختلف ایران میومدن داره تامین میشه. اینها کنار هم با یک همزیستی تو محلات مختلف. نقشه این هست، این نقشه رو من باید به شما نشون میدم. در این نقشه هستش که اسم محلاتی که به اسم قومیت‌های مختلف ثبت شده اومده و ما از اینجا متوجه میشیم که تهران از اون اولش هم یک شهر مهاجرپذیریه، مهاجری میگیره، در کنار هم اقوام مختلف میان و هر کدوم یک کلونی تشکیل میدن، توی محله خاصی مستقر میشن و فرهنگ خاص خودشون هم در عین حال میسازن، کنار هم شکل میگیرن و در واقع تهران داره به یک معنی جدیدش رو پیدا میکنه. بعد از دوره فتحعلی شاه در دوره محمد شاه همچنان توسعه شهری وجود داره، ولی شتابش نسبت به دوره فتحعلی شاه کمتره.
ساختمون سازی هایی که به صورت دولتی از طرف دولت انجام میشه تعدادش کمتره. از مهمترین ها میشه از بازار عباس‌آباد اسپورت، یعنی یک راسته جدید توی بازار درست میکنن، یک دروازه جدید در جنوب تهران درست میکنن، کاروانسرا میسازن، بازار مسجد مدرسه میسازن، باغ فردوس که یکی از تفرجگاه های بزرگ تهران و مشهور تهرانه که همین الان هم بیایی هست در این دوره ساخته میشه، به اضافه یک قصری که خود محمد شاه داد ساختم در شمیران در شمال تهران. در این دوره ما همچنان افزایش و تمرکز جمعیت رو داریم، ولی گزارش ها نشون میده که یه مقداری به خاطر افزایش جمعیت در واقع مساکین و فقرا تعدادشون بیشتر شده و اینها در جنوب تهران مستقر میشن به خاطر اینکه منابع آب خوبی نداشته، در واقع آبهایی که آبهای زلال و پاکی که از شمال میومده به تدریج همراه با فاضلاب میان در جنوب تهران و اونجا مردمانی که به لحاظ مالی خیلی قدرت نداشتن در اونجا ساکن میشدن. و پدیده های مدرن کم کم از دوره محمد از اواخر این دوره وارد تهران میشه. مهمترینش شاید بشه گفت دوربینه، برای اینکه بعداً در دوره ناصرالدین‌شاه ما میبینیم که پسرش چقدر نسبت به دوربین عکاسی توجه نشون میده. یک نشریه دولتی چاپ میشه در این دوره، یک کتاب چاپ سنگی چاپ میشه در این دوره و میتونم بهتون بگم در همین کلیات در واقع خلاصه میشه. اصل ماجرا در دوره ناصرالدین‌شاه در واقع اتفاق میفته و من میخوام بهتون توضیح بدم. این نقشه تهران در سال 1268 قمریه قاعدتا بنابر در اواخر دوره محمد شاه برداشت شده باشه و خب حالا اوایل دوره ناصرالدین‌شاه چاپ شده. شما توی نقشه موقعیت ارگی رو میبینین که یک مستشیل دورش یک حصار قرمز رنگ داره و دورش حصار تهران رو میبینین. این حصار همون حصاریه که بهتون گفتم شاه تحمسب صفوی ساخت برای اینکه وضعیت تهران رو مناسب دیدید که به عنوان پشتیبان پایتختش در قزوین برای عملیات نظامی اگر لازم شد ازش استفاده بکنه. این حصار تا دوره ناصرالدین‌شاه بود، بعد که جمعیت تهران افزایش پیدا کرد این حصار رو تخریب کردن، شهر رو بزرگتر کردن و دوباره یک حصار و خندق دیگه دورش احداث کردن. خب در دوره ناصرالدین‌شاه که از سال 1264 بر تخت نشست تا سال 1313 تهران با شتاب بسیار زیادی در حال گسترش بناهای خیلی زیادی ساخته میشه در تهران از طرف جمعیت رجال و کسانی که در واقع با دربار در ارتباط هستن بیشتر هست. این ها هر کدوم باغ‌ها، کوشک‌ها، خانه‌ها و عمارت‌های خودشون رو می‌سازن. خود ناصرالدین‌شاه خب در ارگ با ساخت‌وسازهایی داشتن و انجام دادن و بعضی از رجال حتی توی تهران اقدام به پارک‌سازی کردن. ما در فرهنگ خودمون باغ داریم، باغ ایرانی با هندسه خاص خودش داریم، ولی پارک یک پدیده فرنگی واقعاتی بود به خاطر اینکه نظم هندسی باغ‌های ایرانی رو نداشت، راست محور نبود و مسیرهای منحنی داشت و با ویژگی‌های خاص خودش از طرفی مورد توجه هم خود شاه بود هم رجال بزرگ بود و سه تا پارک بزرگ در تهران سه تا از رجال ساختن. بعد از افزایش جمعیت که از دوره فتحعلی‌شاه دربار شروع شد، جمعیت های مهاجر می اومدن کنار هم جا می گرفتن، محلات خودشون رو پیدا می کردن. یک آماری داده شده که در سال 1269 قمری جمعیت تهران به 120,000 نفر رسیده. خب میشه هر سال که وقتی جمعیت به این شکل گسترش پیدا می کنه شهر باید بزرگ بشه. در سال 1284 حصار جدید تهران رو به شکل 8 ضلعی دور تهران می‌سازن. این حصار برگرفته از یک طرح فرانسویه، یک قلعه ساز فرانسوی در واقع این طرح رو میده، شاه استقبال می‌کنه و دوباره دور تهران حصار کشیده میشه. و
حالا سوال اینجاست که چرا در حالی که تهران با عنوان پایتخت در این دوره ثبات داره، تقریبا آرامش نسبی وجود داره در دوره ناصرالدین شاه، برای چی دوباره دور تهران حصار میکشن و خندق احداث میکنن؟ در واقع مهمترین دلیلش کنترل آبهایی هستش که وقتی بارون زیاد میبارید از سمت شمیران شمال تهران، آبهای سرگردان وقتی که راه میافتاد از طریق این کانال بشه اینها رو هدایت کرد که داخل شهر نیان، یا اگر داخل شهر میشن خرابی زیاد به بار نیارن. من این نکته رو از اینجا بهتون میگم که در واقع طرح هشت‌سدی حصار جدید تهران در دوره ناصرالدین شاه خب یه طرح فرنگیه، طرحیه که فرانسویه، و از اونجایی که ناصرالدین شاه خودش یک شخصیتی داشت که با مدرنیته در واقع رابطه بدی نداشت، از بعضی از پدیده‌های مدرن استقبال می‌کرد، این تصور رو ما نکنید که این هم اثر تقلید توقع خاطر اینکه طرح یک قلعه فرانسویه از روی طرح یک قلعه اساس فرانسوی داده از روی اون گرته برداری کردن و اینو ساختن، بلکه این برای کنترل آبهای تهران بود، آبهایی که احتمالاً از شمال تهران جاری می‌شد. در این دوره تلگراف، بانک، چراغگاز، تراموا، قطار بین شهری، کالسکه در واقع وارد تهران میشه، البته محدود یه مقداری استفاده ازش. خب طبیعتاً اول طبقه نخبه جامعه، خاندان سلطنتی، درباریون ازش استفاده میکنن. اینطوری نیست که شما فکر کنید خیلی شروع پیدا میکنه از همون اول، ولی وارد میشه و در طی دوره 49 ساله سلطنت ناصرالدین شاه خب دیگه کم کم اینها جا میفته. حالا یک سوالی ممکن مطرح بشه، اون هم این که ما گفتیم که از دوره فتحعلی شاه کم کم مراودات در واقع سیاسی ایران شروع شد با کشورهای خارجی، چرا از اون دوره در واقع تهران به اون معنا مدرن نشد یا در دوره محمد شاه چرا نشد؟ مهمترین دلیلش دو تا صدر اعظم تجددخواه ایران هستند، امین کبیر و سپهسالار، که اینها هر دوشون سابقه در واقع اقامت در عثمانی رو داشتن و شخصیت اینها و پیگیری که برای به انتظام در آوردن اوضاع در واقع سنتی ایران و تهران کردن خیلی موثر بود برای اینکه تهران یک شهر مدرن بشه. دوم، خود ناصرالدین شاه سه تا سفر به اروپا داشت. خودش آدمی بود که از بهتون گفتم از بعضی پدیده‌های مدرن استقبال می‌کرد. وقتی که سفر رفت، در اولین سفرش به اروپا قزاق استخدام کرد برای اینکه امور نظامی رو انتظام بدن، کارشناس پلیس برای نظمیه تهران آورد، پوشش زنان اندرون تحقیق پیدا کرد و بنابراین خودش هم همچین شخصیتی رو داشت. من ظاهرا وقتم خیلی کمه و من میخواستم خیلی سریع بهتون یک عکسای رو نشون بدم از دوره ناصرالدین شاه که شما ببینید که در این دوره تهران گسترش پیدا کرده. این نمونه هایی هست از در واقع تغییر های دوره معماری، دوره قاجار در معماری فرنگی که رجال ما اول از همه انجام میدادن. این نمونه از پارک صدر اعظم معروف ایران هست، امین السلطان، که یک پارک در تهران ساخته. اینها تندیس های در واقع اروپایی هست که استفاده میشد، در کاخ استفاده میشد، در پارک ها تندیس ها رو رجال کار میذاشتن و بسیار بهش توجه میکردن، دوست داشتن اینطور در واقع دستاز های فرنگی رو. شاه شخصیت جالبی که داشتیم که از طریق دوربین تونست وقایع رو ثبت بکنه، خودش عکس میداد، از طرفی دستور هم میداد عکاس باشی ها برن عکسای مختلف تهیه کنن، از وضعیت زندگی مردم، اینکه توجه به کودکان داشت، به نوعی یک در واقع ملیجک، شاید بدونید کودک مورد علاقه شاه بود و باهاش عکس می‌گرفت. از این رجال هم اونها همین جرأت رو پیدا کردن که با بچه‌هاشون عکس بندازن و اینها رو ثبت بکنن. یا اینکه در مورد مشاغل مختلف، ببخشید من یکم تندتر می‌کنم، توده مردم و رعیت رو که در واقع شاید بشه گفت در اون سیستم سلطنتی خیلی محلی از اعراب نداشتن،
از اینها عکس تهیه میشد، ازشون در حال کار کردن، در حالی که هر کدوم دارن با ابزار خودشون کار میکنن، از اینها عکس تهیه میشد و در کاخگلستان نگهداری میشد. حتی زنانی که دارن فرش میبافن، در خلاصه گروه های مختلف نظامیون الان اینها کسانی هستن که خب در حال تخریب یک بنا هستن، در واقع بناها هستن، حتی یک آبدارچی که توی در واقع آفتاب دراز کشیده و داره استراحت میکنه، در واقع میخوام بهتون بگم که همه اینها کم کم از این دوره به نظر میرسه که مردم دارن یک جایی پیدا میکنن برای خودشون. از همین سبک تصاویرشون شروع میشه تا اینکه در دوره مظفرالدین شاه در نهایت میرسیم به اینکه مردم یه ذره آگاهیشون افزایش پیدا میکنه. خب مدارس نوین به شیوهی که در عثمانی وجود داشت، مدرسه رشدیه تأسیس میشه، روزنامه ها در واقع در اختیار مردم قرار میگیره، روشنفکران روزنامه ها رو مینوشتن، در اختیار مردم میذاشتن، از طریق مطالعه مردم کم کم این حس رو پیدا کردن که ما یک مجلس میخواییم، ما یک جنبش عدالت خواهی میخواییم و از طریق اون میخواییم که پارلمان داشته باشیم. این هم که عکس ملکه زیبای ایرانه. و در واقع این عکس رو به شما نشون میدم که ببینیم که از همین دوره که زنان شاه که کسی نباید به اینها نگاه میکرد، از زنان شاه که حتی زنان عادی تر، کسانی که در واقع پشتیبانی حرم بودن، آشپز بودن، آبدارچی بودن، وقتی که اینها عکسشون انداخته میشه به نظر میرسه که حتی زنها هم کم کم میخوان یک هویتی پیدا کنن، کم کم جای خودشون رو میخوان پیدا کنن. و در دوره بعد، در دوره‌ای که در واقع به عنوان نقطه عطف دوره قاجار شاید بتونیم بگیم ایران صاحب پارلمان و صاحب مجلس میشه، این مردم هستن که در کنار هم قرار میگیرن، با هم متحد میشن، مفهوم وطن در دوره مشروطه شکل میگیره و وقتی که مجلس به توپ بسته میشه، اهالی آذربایجان از شمال غرب میان، اهالی شمال از بالا میان، بختیاری ها از جنوب غرب، از غرب در واقع راه میفتن میان، همه اینها با هم متحد میشن که مجلس ایران رو حفظ بکنن. و حتی زنان هم همینطور، زنان هم شرکت داشتن، زنان هم در این دوره روزنامه نوشتن. اگر شما فیلم دیروز رو دیده باشید اونجا مفصول توضیح داده شد که زنانی بودن امثال خانم مزین السلطنه که روزنامه نوشتن، سعی میکردن آگاهی رو بالا ببرن. همه اینها در نهایت در کنار هم قرار گرفت، در دوره مظفرالدین شاه تبدیل شد به تشکیل مجلس. یک دقیقه فقط بگم برای اینکه صحبت تموم بشه. نمیدونم، امیدوارم داستان تهران رو که یک داستان 200 و چند ساله است و من محدودیت وقت داشتم، تونسته باشم یک طوری که قابل فهم باشه برای شما روایت کنم. فقط میخوام این رو بگم که تهران با اینکه 200 و اندی سالش هست اما هنوز جوانه، یعنی هنوز این پویایی رو داره، هنوز داره تغییر شکل میده. به لحاظ معماری همونطور که در دوره ناصرالدین شاه وقتی که رجال ما به اروپا رفتن، وقتی شاه ما به اروپا رفت و سبکای معماری دیگر رو دید و پسندید و آورد، الان هم همین، دقیقا همین الان هم در تهران باز داره این اتفاق میفته. در هر دوره وقتی که یک سبک خاصی رایج میشه در دنیا، در تهران وارد میشه، مردم اقبال دارن بهش، استفاده میکنن، ترویج میدن اون رو. تهران به نظر میرسه که لباسش رو هیگر میاره، هی لباس کهنه رو در میاره، لباس جدید تلش میکنه، سعی میکنه خودش رو وقف بده و تا به امروز به هر صورت رسیده. و من فکر میکنم دلیل این که بعد از این قاجاریه منقرض شدن توسط همین پارلمانی که مردم تشکیل داده بودن، همونها رأی دادن که شاه قاجار احمد شاه در واقع برکنار بشه و شاه جدید بیاد، علت اینکه در دوره جدید، دوره پهلوی، نخواستن پایتخت رو عوض بکنن و همچنان ادامه دادن. شاید به نظر من مهمترینش همه که هم نماد عدالت خواهی مردم شد و هم نماد اتحاد مردم ایران شد و به خاطر وجود پارلمان که
که در دوره بعد این شهر همچنان با عنوان پایتخت میمونه، همچنان داره به حیاتش ادامه میده و گروه های مختلف مردم و مهاجرینی که از اول تعریف کردیم از نقاط مختلف اومدن در کنار هم دارن زندگی میکنن و در کل هویت خاص تهران میشه. Ja, vielen Dank, Frau Kaye. 200 Jahre in 20 Minuten unterzubringen ist nicht leicht. Sie ist da der Wissenschaft des Taiwanischen Internationalen Kulinarium. Wahrscheinlich ihre Besatzungsgeschichte. Aber wir haben noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, falls Fragen im Raum sind. Bitten wir, ja, dem ist so. در نقشه سال 1309 قمری، اگر بخواید من نقشه رو هم بهتون نشون بدم، نقشه این هست که یکی از تحصیل کردگان ایرانی به اسم مهندس عبدالغفار این نقشه رو تدوین کرده در سال 1309 دوره ناصرالدین شاه میشه. روی این نقشه که متاسفانه الان نمیتونیم ما روی زوم بکنیم و شما از نزدیک بدونیم، در محله اودلاجان در واقع محل استقرار و سکونت یهودی ها هست. این محله روی این نقشه در محله اودلاجان یهودی ها ساکن هستند. بعدها هم در دوره مظفر شاه که از سال 1314 تا سال 1324 سلطنت کرد، ما اصلا یک خیابونی داریم به اسم خیابان ارامنه که اون هم در محله سنگ‌نج از محلات قدیمی تهران هست. شما چند تا محله بیشتر نداشتیم که این محله توی نقشه های تاریخ اسم شما اینها بودن و همین الانش هم حتی در محله اودلاجان که الان در سمت بازار میفته محله یهودی ها هنوز هست، اما خب طبعا مهاجرت کردن، تعدادشون کمه ولی ساختمون هاشون هنوز هست، کنیسه هایی که دارن، حمام های مخصوصی که داشتن استفاده میکردن چون خب مسلمان ها نمیرفتن اونجا. ولی من یه چیز جالب فقط اینجا خودم پرانتز باز کنم بهتون بگم، با وجود اینکه خب یهودی ها تون اقلیت بودن، محلی دیگه داشتن، ارامنه خب تعدادشون کمتر بود، اینطوری نیست روی نقشه آدم بگه که یک محلی ارمنی داریم، مثلا کوچه این خیابون ارامنه هست که بشه باشه. ولی ایرانی ها به ویژه در دوره قاجار برای طبابت، برای دعا نویسی خیلی خیلی زیاد به این محله کلیمی ها یا یهودی ها مراجعه می کردن و خیلی اعتقاد داشتن. یعنی در واقع طبیبان اصلا خیلی هاشون از طبیبایی که در دوره ناصری بودن اینها از خانواده های یهودی بودن و به دعا نویسیشون بسیار بسیار اعتقاد داشتن. بنابراین در یک محله بودن ولی مسلمان ها گهگاه به ویژه خانم ها رفت آمد داشتن به محله های یهودی و استفاده می کردن از حالا دانش خاص یهودی ها که این دو تا زمینش بتون بکنن. Eine weitere Frage war der junge Mann. Bitte. من دو تا سوال داشتم. یکی در رابطه با پارک ها بود که در توسط رجال آیا عمومی بود؟ یعنی میتونست مردم عادی استفاده کنن؟ دومین مسئله که مخصوص بود که خانات تهران مثلا زرگنجه، زعفرانیه اینا چه موقعی تو بافت عمومی تهران حل شدن؟ یا اصلا خانات زمان قاجار به وجود من یا قبلا بودن؟ حالا قبول دارم شمیران های زر فاصله داشت از تهران، ولی تو خود تهران هم خانات وجود داشتن دوره ناصری و قبل از ناصری.
من از روی شما از خانات نمیفهمم. خانها مثلا خان زرگنده مثلا خان بزرگ چون خانهای در شمال تهران داشت بودن که قدرت داشتن. مثلا بگم بپرسم از اون اینا چه کی در آیه در دوره قاجار حل شده به بافت عمومی تهران یا بعدتر؟ من اول سوال یکم شما رو جواب بدم. در دوره ناصرالدین شاه 3 تا پارس ساخته شد مال 3 نفر. یکیشون امیرالدوله صدر اعظم معارف خواه به اصطلاح قاجاریش، یعنی کسی که طرفدار این بود که شیوه های نوین آموزشی وارد ایران بشه و به زبان ساده ایرانی ها باسواد بشن، بچه های ایرانی باسواد بشن. دومی شدن که پسر ناصرالدین شاه زیدالسلطان بود، پاش بسیار بزرگی بود. و سومیش هم اون که شخصی به اسم کونت دو مونتفورس که رئیس نظمیه یا در واقع به بیان امروزی رئیس پلیس اداره تشکیلات پلیس تهران. این سه نفر که با پارک بزرگ در تهران داشتن. جالب اینجاست که اصلا خود واژه پارک عیناً همین واژه پدیده خودش در واقع یک واژه وارداتیه و علت این که بین پارک و باغ ما فرق میذاریم و مثلا نمیگیم باغ امیرالدوله، باغ زیدالسلطان و اصطلاح پارک رو به کار میبریم، برای اینه که پارک همونطور که بهتون گفتم کاملا یک در واقع پدیده مدرنه به خاطر چند تا خصوصیتی که داره و باید وقت باشه بگم اینجا. همونطور که بهتون گفتم باغ‌های ایرانی هندسه مستقیم بسیار منظم دارن، قاعدتا تشکیل شده از 2 تا محور عمود بر ثمن متقاطعا همدیگر رو قطع میکنن. کرت بندی ها یعنی باغچه بندی های خیلی منظم دارن، غالبا 4 گوش، مربع مستطیل و مستطیل، مربع مسکنتر. یک کوشک دارن یعنی یک ساختمونی دارن که از اطراف بازه، یعنی یک دید 360 درجه به محیط اطراف میده و معمولا یا در مرکز باغ قرار داره یا در قسمت بالایی باغ قرار داره. مؤلفه دیگه اینه که اینها معمولا سردر دارن، یک ساختمون ویژه‌ای میسازن به اسم سردر که قسمت بالایش رو بهش بالاخونه میگن، فضاهای اون بالا میسازن و به عنوان بیرونی ازش استفاده میکنن. اینا چند تا مؤلفه خاصش بود. همچنین گیاهایی که البته استفاده میکنن، درخت هایی که میکنن و نوع گیاهایی که میکنن، خب پر واضحه که گیاهای بومی مملکت خود ما هستن، درخت های مملکت خود ما هستن و درخت های سایه گسترن، سایه میدازن. و البته با عنصر آب در باغ‌های ایرانی خیلی بازی‌های مختلفی انجام میشه، چون مملکت ما یک مملکت کم آبیه، تهران در یک ناحیه تقریبا خشک خودش واقع شده. بله بله. ولی پارک هندسه نامنظم داره، ارگانیکه، یعنی اجازه میدن که در واقع شکل طبیعی خودش رو داشته باشه. به نظر میرسه که یک طوری طراحی میشه که به نظر نرسه که دست انسان خیلی دخالت داره به چیز باقی باشه. اشکال مارپیچ و راههایی که براش تعریف میکنن منحنی مارپیچ تو همه و خب همچنین گیاه ها و پوششی که ازش استفاده میکنن، گیاه های وارداتی حتی ما داشتیم در منابع گزارش شده که مثلا یک از پسرشاد کامرامیزا آناناس آورده کاشته، مدیلیا آورده کاشته، این هم اومده. و همچنین باغبان های فرنگی هم حتی استفاده میکردن برای اینکه این باغا رو سرستان بوده. سوال دومتون هم که همونطور که گفتم خانات به اون معنا ما توی تهران نداریم. میشه گفت که در قسمت‌های شمالی تهران در شمال که پر از باغ بوده، کسانی بودن که باغدار بودن، باغ بزرگ داشتن، خدم و خشم داشتن، نوکر داشتن و به عنوان بزرگتر یا مثلا خان اونها به حساب میومدن، مباشران زیر دستشون داشتن. ولی به اون معنی که در شهرهای دیگه خارج تهران ما میگیم مثلا فلانی حاکم چیز حاکم یا مثلا خانه نمیدونم مثلا تیز فلان روستا بوده، اینجا بود در تهران نه، من سراغ ندارم.
Vielen Dank, Schädelmann. Das ist wir wollen noch drei Fragen entgegennehmen innerhalb von einigen Minuten. من داشتم باید سارم که شما از محله ارامنه و یهودی ها کرده تهران میان بیان جهودا همین هست از همگزه شما سخن گفتید ولی نمیدونم من این صورت محافظ نهید آخوزم شما برخوردین یا نه ما محله زرتشتی ها داشتیم به نظر میاد تهران شهر محبوب زرتشتی ها نبیدید ولی از دوره مظفرالدین شاه که در واقع کمپانی های تجاری معروف شکل گرفتن و ارباب جمشید رو ما به عنوان یک از بازرگانان خوشنام داریم خب ما میبینیم که در واقع در یک دوره ارباب جمشید خیلی املاک زیادی داشت و به عنوان یک زرتشتی داد و ستد هایی که میکرده املاک زیادی که داشته بله یعنی در واقع حضور زرتشتی ها در تهران از دوره مظفرالدین شاه پررنگتر میشه ولی به این معنا که مثل یهودی ها محله خاص به اسمشون باشه روی نقشه های تاریخی اومده باشه نخره نیست خیلی متشکر موضوع تجاری بود من فقط چند نکته میخوام اشاره بکنم به عنوان اصلاحیه یا یکی اینکه ایده این که طراحی دیوار عربی ناصری بر اساس کنترل آبها بوده نمیشه دلیل قوی علمی داشته باشه اگر بر این اساس بود میتونست 5 زلی یا 6 زلی باشه یا اصلا دایره طراحی باشه و نیاز نبود صرفا 8 زلی باشه مهمترین دلیلی که برای 8 زلی بودن عربی ناصری تعریف میشه بر اساس دروازه هایی است که قرار بوده روی این عرب شکل بگیره و بر اساس همسایگی تهران با شهرهای دیگه و خروجی های تهران تعریف میشه در واقع نقاطی که مهم بوده برای حکومت شهرهای دیگه که با تهران در ارتباط باشن و بر اساس اون طراحی دروازه ها تعریف باید میشده بر روی 4 ذره اصلی ارگ ناصری دروازه ها تعریف میشه و 4 ذره کوچکتری که بین اینها قرار میگیره در واقع فاصله رو رعایت میکنه این یه مورد دیگه که شما اشاره کردید یکی از بحث‌های گسترش تهران که دلایل گسترش تهران که اشاره کرده پارک‌هایی که بر اساس دیدگاه‌های مدرن طراحی میشه این یک دلیل فرعی است دلیل اصلی در واقع شکل‌گیری میدان‌هایی است که بر اساس ایده‌های جدید در تهران شکل می‌گیره میشه به میدان ارگ گسترش میدان مشق که بنیاد صفوی داره و در این حال مهمتر از آن میدان توپخانه اشاره کرد در واقع میدان‌هایی که در نقاط مختلف تهران طراحی میشه بر اساس اون میدان ها گسترش تهران یکی از دلایل سی گسترش تهران شکل میگیره دلیل دوم شکلگیری محلات به عنوان محلات تخصصی است که قبلا در شهرسازی ایران وجود نداشته مثل محله دولت که در محدوده میدان بهارستان فعلی است محله دولت محله بود که در دوره قاجار ایدش پیاده میشه و این محله فرض مثال ما میدونیم مقر حکومت در محدوده کاخ گلستان هست ولی به عنوان مثال ذل السلطان که پسر ارشد ناصرالدین شاه و حاکم ولایت فارس و اصفهان هست محله دولت رو مقر بخش دوم درجه دوم حکومت در بقیه مناطق ایران میکنه و مثلا کاخ مسعود میرزا ذل السلطان در تهران اکباتان فعلی نزدیک میدان بهارستان شکل میگیره و این محله ها محله های تخصصی که میشکلی هم یکی از دلایل گسترش تهران هست در این حال که ارتباطات نقاط دیگری مثل بازار با کاخ گلستان و بقیه نقاط تهران هم خیابانکشی های ایجاد میکنه که باعث گسترش تهران میشه نقاط دیگری که در کنار این باعث گسترش تهران میشه نقاط نیمه مذهبی است ما مساجد و مدرسه های حوزه علمی رو داریم در تهران ولی از دوران قاجار نقاط مثل تکیه دولت رو داریم تکیه دولت یک فضای نیمه مذهبی است
نیمه فرهنگی به اصطلاح امروزی میتونه عنوانش کرد، که این هم یکی از مهرهای حرکتی در فضای شهری تهران میشه، باعث میشه بعضی از فضای حکومتی و فضای مذهبی رو به هم وصل بکنه و شکلی چند تا از این المان ها در تهران باعث گسترش اون میشه. این سوال من سوالی نداشتم، من سوال نداشتم، چند تا ایسایی دارم. آخرین نکته ای که به شهرسازی تهران ارتباط نداره بحث بچه دوست بودن ناصرالدین شاست، عکسی که ما ارائه کردیم عکس ملیجک بود که داستان ملیجک در حکایت قاجار در تاریخ قاجار متفاوت از بچه دوست بودن ناصرالدین شاست و یک مسئله علاهده است که 100% شما اطلاع از اون دارید. من نگفتم که پارک‌ها یا اگرم به این شکل شما شنیدین از این برای اینکه من واقعا میخواستم به این زمان 26 دقیقه‌ای که با یک دقیقه اضافه زمان مطالب رو باید میدهدم کم نگیدم و اهم موضوع رو بهتون میگم. من نگفتم که چون که در تهران ما پارک داشتیم پس در واقع این باعث توسعه تهران شد. من به شما گفتم در دوره ناصری یک سری پدیده های مدرن وارد در واقع تهران شدن که نمونه هاش این هاست. نمونه شونه که دوربین مثلا ازش به صورت گسترده استفاده شد، نمونه شونه که پارک سازی شد و اون چیزهایی رو که مهمتر بود من گفتم. من به تکه دولت اشاره نکردم، همونطور که تکه دولت خب خیلی خیلی جدی صحبت داره و فکر کنم در واقع همکار عزیز ما میخوان راجع به این قضیه به طور مخصوص صحبت کنن، راجع به مسئله تکه و تکه دولت. من اینو نگفتم برای اینکه اولا تکیه دولت چون با مسئله تعزیه گره میخوره تخصص من نیست و من نمیتونم روی به تعزیه اینجا بخوام برای شما صحبت کنم و متخصصش برای شما صحبت کنم. درباره دروازه ها شما درست میگین، فقط صرف کنترل کردن آبهای سریانا نمیتونه باشه، در صورتی که ما دو تا گزارش داریم، یکی از منطقی ارزانی در سال 2020، یکی هم در سال 1260 بعد باشه، باز یکی گزارش دیگه بقای اتفاقیه داده از یک سیم دارم اسم برنگی دقیقا هم میگن از کجا شروع میشه و تو کانال میفت از جنوب تهران از محمدیه خارج میشه. قبلا هم خب این دروازه ها وجود داشتن، روی دروازه اینا دروازه قصیم، دروازه حضرت عبدالعظیم از پایین و دروازه اسدالله از بالا که حالا برمیشه دروازه دولت روی خط شمالی ارگی. خیلی ممنونم. در واقع توی صحبت شما اون چیزی که به خود من خیلی کمک کرد این قضیه بود که این هشت کوچ ساختنش میتونست خود هر کدوم از اونها یک دروازه روش تبدیل بشه و فاصله یه جور ورها رو کمتر بکنه. حرف من این بود درباره نقشه که چون طرح هشت ضلعی بودن رو از روی طرح یک قلعه ساز فرانسوی برداشته بودن و اینجا این به احتیاطی شد، ما تصور نکنیم که این یک تقلید بیفکری بوده، بلکه به دو دلیل و یک دلیل مهمتر دیگه برای کنترل در واقع مالک اجاره‌هایی بود که از شهر خارج میشد و به شهر وارد میشد و اینها به اصلی که براش عوارض در نظر میگرفتن که درآمد داشته باشه. اینا عواملی هستش برای ساختن مثال خندق. ولی در مورد هشت کوچ بودنش خیلی ممنون، من خودم استفاده کردم. فقط یه چیزی رو من میگم در مورد ملیجک باید بگم، عکس‌هایی که من با شتاب هم نشون دادم برای این نبود که من به اینا استناد کنم و بگم به این دلیل که شاه به کودک توجه داشت به این دلیل بعدا ما مدرن شدیم، به این دلیل شهر توسعه پیدا کرد. ربط منطقی نداره. بعد این حرفی که میخواستم بزنم این بود که خود ناصرالدین شاه آدم بسیار دقیق و رسمی بود و به مسائل توجه میکرد که پیش از اون توجه نمیشد بهش، یا اگه توجه میشد اینقدر جدی نبود که ازش سند تصویری تهیه بشه، نگهداری بشه و بالاترین رتبه مملکت که شاهه بخواد به خاطر این چیز رو توجه نشون بده. وقتی که شاه یک بچه رو میذاره روی پاش و عکس میذاره و اجازه میده ازش عکس ثبت بشه، من اینطور فکر میکنم، میگم شاید خود اینها باعث میشه که رعیت و کسانی که پایین دستن و از شاه نگاه میکنن و الگوشون رو
در واقع میگیرن در ممالک شرقی ما، اینها باعث میشه که بعداً وقتی میان در دوره مظفری میگن ما باید بچه‌هامون باسواد بشه، باید رشدیه تأسیس بشه، باید سیستم آموزشی رونیم بشه، از اینجاها شاید داره پایش ریخته میشه. تونستم بهتون منظورم بفهمونم؟ مرسی دونه، اصلا نباشید، همون خوابتون رو میبرید دیگه همه رو جواب دارید، من هم سوال نمیخونم که جواب من نمیشید ولی نکته خیلی جالبی، به نظرم اشاره شد دیروز تو صحبتهای آقای پروفسور فرگنر بودش در رابطه با قاجار، که قاجار یک برشه، یک عطف تاریخیه و باید مطالعه جدی تری بشه. یه مثالش تهرانه، اشاره که کردن انتخاب یک جغرافیایی که جمعیت نداشت و آدم‌ها رو از جای مختلف جذب خودش کرد و تا به امروز هم داره جذب میکنه، امروز بالای 8 میلیون نفر جمعیت شب در این شهر میخوابن. در دل ایران، کشوری که تاریخ داره، اگر قزوین، اصفهان، مشهد، تبریز شده بودش پایتخت، چون برای خودش یک پیشینه داشت، اون پیشینه سنگینه میکرد و سلسله جدید رو، حکومت جدید رو در امتداد سنت فرهنگی، مکتب خودش، هنرش، موسیقیش، نقاشیش جلو میبرد. انتخاب تهران شهر بدون جمعیت اجازه داد که جمعیت بیاد و اجازه داد که این جمعیت با هم زندگی کنه. ترک، کرد، بلوچ، فارس، لور در اینجا زندگی کردن و مفاهیم تازه‌ای متولد شد، مثل همون مفهوم وطن یا مفاهیمی که ما بعداً می‌بینیم تصویر کاملتری رو داره و امروز رو ما سایه انداخته. لهجه ما، لهجه تهرانی که امروز داره از مرزهای ایران هم میره فراتر، البته بی‌بی‌سی داره میبره ولی داره میره فراتر، داره میشه یک لهجه و یک زبان رایجی که داره همه جا استفاده میشه. هوشمندانه تهران انتخاب شد و قاجارها با انتخاب تهران یه تصویر دیگه ای را بودن. آخرین جمله‌ای که به ذهن من رسید بگم، شما به تصنیف سازی ایرانی ها توجه کردید دیگه، مثلا مردم برای همدیگه در نسبت به مناطق مختلف جوک ها یا کلماتی رو مطرح میکنن، ترک ها، فارس ها، شمالی ها، جنوبی ها، شرقی ها. در تهران این تصنیف ها متولد شد و سنت تصنیف سازی. ژوکوفسکی مهمترین مجموعه رو جمع کردش دیگه. چرا؟ چون همه کنار هم زندگی میکردن و با هم دیگه تجربه زندگی پیدا کرده بودن و یه گفتگوی میان فرهنگی به وجود اومده بود و میتونستن هم دیگر هم گاهی اوقات نقد کنن، طنز بگن و این ادامه داره. بنابراین تهران واقعا یک موقعیت ویژه هستش و تاثیر داره. آقای عنوان شهر انار، عنوان جایی که انار بهش منصوبه، معروف از کتاب سمبانی از میگوزوید هست و نکته مهمتر نیستش که بروید تمام اقلیت ری که در تاریخ ایران داشت منتقل به تهران شد و ری یه شهر بود که یه شهر بود که یاقوت حملی در قرن هشت دیگه که عروس رو دیگه میاد و تمام اقلیت ری منتقل به تهران شد. یک جهت نم اون رو هر یک قاجارها برای قفقاز واسی مرکز بشنه تهران در باید قلب ایران مشهور شد نسبت به بقیه ایران. انتخاب تهران به انتخاب مشمندانه از این جهت بود. واسه همین وزارت تهران دفاع کرده شما هم شما Я хочу, чтобы ты там
اصلا واسه اون رفتن کمک می‌خواد به قربان جدی.